همین که برخوردی که بعداً با مدیران ارشد و مدیرانی که در حوزه کاری فراتر از شما هستن میتونه نقش مؤثر و اثر بخش داشته باشه. بنابراین دوستان فقط به بعد فردی قضیه نگاه نکنند. اگه در یک مجموعه این رو در نظر بگیرن آثار بسیار مثبتی رو تو ابعاد مختلف از خودش خواهد داشت. ارتباط با زیر دست و بالا دست چه تفاوتی میباید داشته باشه و آیا اصلا باید تفاوت داشته باشه یا نه؟ ببینید یکی از چیزهای مهم توی ارتباط برمیگرده به مخاطب. ما تو ارتباط سه تا مدل داریم که اولین مدل مدل خطی بوده، بعد از اون مدل دو تا مدل دیگه اومد که مدل آخری مناس حالا قدر و قول با مردم به اندازه عقله هاشون باید سفرد. شما اگه سر کلاس دوم دبستان تشریف ببرید بعد بگید که امروز ما اومدیم اینجا خدمت شما کیفیات هستی شناختی شما رو در حوزه مسائل وجود شناختی مبتنی بر حل بسیطه و حل مرکبه از ابعاد گوناگون و در مقسمهای مختلف مورد ارزیابی و تفکر قرار بدید. اگرچه دیگران کماین برای این موضوع را مورد بررسی قرار ندن اینجوری هم کنید چه کار میبینید؟ اینو خیلی بچه های با فرهنگ که خانواده دوست داریم باشن نگاه هاشون تا بعضی میشه اصلا کاملا رابطه گسسته میشه. اونجا یعنی یه سیب رو یه برمیگیرن یه خورده آلی برمیگیرن. مخاطب خیلی نقش مهم میدن متناسب با مخاطب. پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم رسیدن به پیرزن ایتش پرسیدن شما خدا را چیزی شده به چرخی داشت گفت اشاره کرد که از این چرخ همونجوری که این ریسندی میکنه من فهمیدم که در جهان هم خداوند مشغول فعالیت هست. پیغمبر نفرمده قبول نیست شما برهان رو اگه میخواید فقط باید برهان صدیقی میشه. هر کسی متناسب با اون به اصطلاح ظرفیتش ظرفیت خیلی مهمه تو مخاطب. میگن ابو سعید عبد الخیر به یه نفر رفتش ابو سعید گفتش که ما میخواییم که از عوالم بالا به کلیدهای شما بدن بریم. ابو سعیدش نگاه کرد گفت باش شما فردا تشریف بریم ما این کلیدهای عارفانه رو تقدیم میکنم. فقط اگه زحمتی نیست این بومی رو تا فردا صبح درش باز نکنید فردا تشریف بریم ما شروع کنیم به انفتاح و افتتاح و غیر. گفت یارو باش دو تا خیابون اون طرف رفت گفت حالا باز کنم ببینیم توی این گونی چیه. در گونی رو که باز کردی دو تا موش توی گونی هست. این موش ها بدن بیرون و فردا با قیافه حق به جاده به طلبکار اومد که ابو سعید گفت که موش کردیم تو کیسه ما اصلا از آدم بالا و معقول و اینا داریم میگیم. ابو سعید گفت تو نتونستی 12 ساعت دو تا موش را توی کیسه نگه داری چطور انتظار داری رازهایی از جهان بالا به تو داده باشه و بعد بتونی اونها را هضم و ظرفیت داشته باشی؟ اگه عارفان بزرگی مثلا کیمیا میدونستن بعضی بودن کیمیاگری میدونستن تیار عرض میکردن و غیره آیا این معناش این بوده که مثلا یک کیمیاگری میدونستن بعد اتفاقا اینکه بازم بعدش کنه متناسب با میرفته کیمیا میزده یا اینکه اون ظرفیت رو هم همراه با اون داشته. مخاطب ظرفیتش ما برای پرورش بعد به ظرفیت ها توجه خیلی مهمه که ما تو ظرفیت سازی توی نوع ظرفیت ها ظرفیت ها تر چند درستن ظرفیت شناختی کاگنیتیف کپاسیتی ظرفیت هیجانی ایموشنال کپاسیتی ظرفیت رفتاری بیهیویرال کپاسیتی تو رفتار ما باید نگاه کنیم ببینیم ظرفیت ها تا چند درستن اصلا ساخته میشن و خود مدیر تو ظرفیت سازی میتونه نقش مهمی داشته باشه از لحاظ رفتاری. شب عاشورا میگن امام حسین علیه السلام گفتن هر کی میخواد بره میتونه بره. بعد نگاهشون رو اون طرف کردن. چرا از لحاظ روانشناختی خیلی نکته مهم بوده. مبادا یه کسی با تلاقی نگاه اصلا میگه حالا که نوبت میدونه دوش خیلی نکته
تحلیلش اینه که مدیر امروز بحثایی که آقای اسپنسر تو پرکتیکال اینتلیجنس یا هوش عملی کرد، بحثایی که واگنر خواست کرده و دیگران سلاوی میر رسیدن به اینکه مدیران و برنامه‌نویسان و مدیران پویا یکی از مهمترین عواملی که روی اون کار میکنن اینه که خودشون بتونن عامل بشن به یه سری از این مفاهیم و ارزش‌ها. یعنی همین که تو تولید این مدیر رفت و کارگران که دارن تولید کار میکنن دیدن که این آدم فقط تصنعی سوار نمیکنه، یعنی تو همون دو دقیقه که سلام میکنه واقعا روابط غیر کلامیش هم همینجوری میاد و طرف نگاه میکنه، اگه ذره چهرهش گرفتگیه بهشون میده. ما برای یک از سازمان‌های بزرگ نفت یه برنامه سمیناری تو زمینه مذاکره رو برگزار کردیم، یکی از مدیران بزرگش گفت که من به بعضی از واحدام که سرکشی میکردم میرم توی یه واحد افراد از حال همکارشون که دچار بسیاری از مشکلات هستن خبر میدم، اصلا متوجه نیستن که اون شرایطش چی هست، تو چه شرایط عاطفی، تو چه شرایط اجتماعی، تو چه شرایط خانوادگی قرار دارن. و این وقتی که این گسست‌ها اون هوای روانشناختی کم باشه، هوای روانشناختی در شبت کم باشه، ارتباط قید هست. پس ما تا اینجا بحثی که کردیم بود که یکی از مهمترین مثلا عواملی که توی ارتباط هست شناخت والد و نقاد. یه عامل دیگه که توی ارتباط نقش ایفا میکنه و منبع ارتباط میشه والد حامی هست. یعنی والد دو تا بخش داره، نقاد و چی؟ حامی. ما والد نقاد رو بحث کردیم برای دوستان. والد حامی تجلی محبت، رأفت، شفقت، عطوفت، این میشه والد حامی. مثالش چیه؟ مثال کلامی، اون کلامی آقای تصویری دیگه. مثال آوا، مثال کلامی والد حامی چیه؟ مثلا میگه خواسته نخورا، درست باشه، نگران نباش. یا ممکنه بگه شما برو جلو و من کباب دارم. این مثال کلامی والد حامی. یا ممکنه توی مثال دیگه بیاد بگی که کار خیلی داری خوب بود، اصلی در بگی. این میشه باید مثال چی؟ حامی کلامی. دوستان میتونم مثال تصویری والد حامی رو بزنم؟ معقول. مثال تصویری والد حامی چطوریه؟ تشبیه کرد. بله؟ تشبیه کرد. لب زدن. حالا غیر از کف زدن یا لب زدن، یه نگاه مهربان میشه والد حامی. یه دست گرم میشونه یک کسی میشه والد حامی. یه نگاه منبسط میشه والد حامی. آواییش چطوره؟ آبایش هم شما این احوال پرسی میکنه با اون احوال پرسی داره واقعا احوال پرسی میکنه یکی که همینجور ساعت سوری یه چیز رو برای بود. والد حامی، والد حامی که به اصطلاح به صورت مناسب بخواد والد فعالیت بشه و فعالیت بکنه، والدی هست که عطوفت و محبت رو نشون میده. امروز ثابت شد شما به کسی که محبت میکنید اونی که محبت رو دریافت میکنه، چه محبت کلامی چه محبت تصویری. یه ماده در بدن هست به نام سرتونین. این ماده در بدن افزایش میده، در نتیجه باعث شادی میشه. وقتی سرتونین پایین میاد ما دچار افسردگی میشیم. وقتی به کسی رو محبت میکنیم سرتونین بدن اون کسی که داره محبت رو میگیره چی میشه؟ میره بالا. اونی هم که داره محبت میکنه سرتونین اونم میره بالا. و جالب ترش این که کسانی که توی اون فضا هستن دارن نگاه میکنن سرتونین اونام چی میشه؟ میره بالا. یعنی انبساط سازمانی بیشتری اتفاق میفته. تا اینکه شما به صورت اوج و بلوغ در یه جا ظاهر بشید. اصلا برای چی میگن پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم وقتی که وارد مجلس می‌شدن هر جا بود می‌نشستن سلام پیش دستی بر سلام برای چه میگه؟
اینا تأثیر رو از چه لحاظ میذاره؟ برای که توی ارتباط میتونه انبساط ایجاد میتونه شادمانی ارتباطی کنه. یعنی توجه هست امیرالمومنین علیه السلام به مالک اشتر میگن وقتی که به اصطلاح والی یک جای مأمور شده بود که والی اونجا باشه برای استانی، میفرمایند که وقتی نماز جماعت بخونی سوره های خیلی طولانی رو استفاده نکن، چه بسا پیرمردی در اون صف جماعت باشه که تحمل نداشته باشه. یه سوره خیلی معتبر همینجوری که وایسادن هم شما حالا هر چی ربنا مثلا بلد هستی از ربنا آتنا تا ربنا لا تخزنا قربانا همینجوری پشت سر هم بخون میگم عجب حافظه ایشون. اونجا وقت اون نیست، خسته ممکنه میشه. یعنی حامی تو بحث‌های ارتباط یکی از مهمترین مشکلاتی که امروز در جهان وجود داره اینه که همه انسان‌ها به صورت‌های مختلف تشنه این والد حامی هستن و بیشترین مشکلاتی که ما توی ارتباطات داریم از والد نداشتن والد حامی ناشی میشه. حتی وقتی انسان‌ها پرخاشگر میشن یکی از دلایلش اینه که مورد محبت والد میشه. در زیر چهره های عبوس و اخمون و در زیر کلمات زننده و جملات گزنده یک میل بسیار شدید به مورد محبت واقع شدن وجود دارد. وقتی مورد محبت افراد واقع میشن واکنش میشن. محبت بسیار برای همین میگن اکسیر محبت که محبت میتونه خارها رو تبدیل مولانا میگه به گل تبدیل بکنه. واقعا به خاطر اینکه عامل بسیار مهمیه. تو NLP در دهه 60 و 70 ثابت شد. گفتم شما وقتی با کسی دارید ارتباط برقرار می‌کنید یکی از بدترین کارهایی که میشه کرد اینه که وقتی کسی مثلا داره حرف می‌زنه همینجا بهش نگاه بکنید، هیچ واکنشی نشون ندید، نه مثبت نه منفی. این چه چیزی رو ایجاد می‌کنه؟ احساس بی‌اعتنایی، مورد بی‌اعتنایی واقع شدن بفرمایید. یعنی همینجوری نگاه میکنید، نه مثبت، چون بالاخره همین که منفی هم آدم مثلا اینجوری بکنه یعنی داره حرف شما رو گوش میکنه، ولی همینجوری نگاه بکنید یعنی انگار نه انگار که این داره حرف میزنه. این کارو نکنید دوستان، دارم توضیح میدم که از جنبه غیر مؤثر برای والد حامی نقش بسیار مهمی تو اثر بخشی داره. مطابق والد حامی باز میتونه سه دسته باشه: شدید، ضعیف و مناسب. یعنی همه ما از نظر این مدل یه والد حامی داریم به طور بالقوه. میتونه شدید باشه، اگه شدید بود در زمانهایی هم که لازم نیست بیخودی محبت میکنه، اونها محبت نیست در واقع مهربانی میشه. دیدی مثلا بعض وقتا کسی شما میگه چای من دوست دارم، اون 120 دلیل میره در مورد مدح چای. بعد شما بگید من البته اهل قهوه هستم، بلا فاصله حرفش رو عوض میکنه 180 دلیل دیگه میره در جهت مدح قهوه. یعنی بیش از حد دنبال جلب توجه و جلب نظر دیگران. یه پدیده هست به نام مهر طلبی. بعضی وقتا آدم ها محبت که میکنن اونها محبت خالص و رساله باشه، ولی که هی فقط توجه جلب. محبت های خالص و صادقانه و صمیمی از والد حامی مناسب برمیاد. اگه یک مدیر والد حامیش ضعیف باشه چجوری برخورد میکنه؟ والد حامیش ضعیف چیش میشه؟ بله. ولی مثلا طرف میگه من سرم درد میکنه، ماشین رو خرابه، دارم دست هم باید جابت بزنم فلان، میگه شما مثلا فنج کار بکنم بعد هم میشه میشه والد حامی زنگ. اگه والد حامی شدید باشه میگه سمت مرخصی بگیر اون بچه ها زنگ بزن به خاصی شما و چیزی هم از دارم بگیر میشه والد حامی شدید. والد حامی مناسب لدی اقتضا عمل میکنه، متناسب با باف، بستر و مخاطب. ولی اصل مهم توی ارتباط اینه که ما والد حامی نداشتنش توی ارتباط آثار منفی جا، همونطور که والد نقاد نداشته نشه آثار منفی جا. والد حامی بسیار برای تقویت تفکر خلاق سازمان لازم. یکی از چیزایی که تفکر خلاق سازمان رو تقویت بکنه والد حامی در قالب تشویق
توجه. ببینید تو سازمان اگه ما توجه نداشته باشیم احترام نداره. یعنی زیر احترام توجه، چون شما طرف شما توجه میکنه که شما رو به عنوان انسان در نظر میگیره، زیر عامل به اصطلاح عرض بوده شما توجه میکنه. وقتی توجه وجود نداشته باشه، یعنی شما مهم نیست تلویزیون رو اونجا که میتونید بالا صداش بالا میکنه، اصلا مهم نیست همسایه ها خواب مریض هر چیزی هست. بنابراین هر احترامی مسئول به توجه والد حامی تو سازمان توجه ایجاد توجه ایجاد کنه به مشکلات، به احساسات، به خواسته ها، به نیازها. یعنی متوجه شما طرف من چه خواسته ای داره، چه نیازی داره و چه چی؟ اصلا تو چه فضای ذهنی و فضای فکری هست؟ خواسته های ما هم ازامه با هم دیگه یکی نیست. یکی از مهمترین اشکالات توی بحث ارتباطات هم که ما خواسته های هم دیگر را خواسته های خودمون طلب کنیم. یکی از کسانی که در حوزه مدیریت کار کرده میگه من یکی از روزها بچه هم رو سوار ماشین کردم با سینما، وقتی برمیگشتیم اون پسر کوچیکم خوابش بود. ما تمام در بردم انداختم روی اون، رسیدیم خونه به اون بزرگتره گفتم خب امروز خوشت اومد که رفتیم برای تو وقت گذاشتم. میگه در حالی که عشق در چشمانش موج میزد برگشت گفت اگه منم سردار شده بود یا خوابم رفته بود به واسه تو در میوردیم منم بزنیم. بعد میگه از این به یک نکته ای رسیم. نکتهش اینه که همه انسان ها حساسیت هایی دارن که نادیده انگاشتن این حساسیت ها چی میشه؟ مشکل داره. والد حامی توجه به حساسیت ها رو بکنه. یعنی ما به حساسیت های هم دیگه که الزاماً ممکنه یکی نباشه. شما به یه چیزی حساسی، ایشون به یه چیزی حساسی. یکی به بوغ حساسه، یکی به دوغ حساسه. یکی به لورن هارتون به دوغ حساسه. ما وقتی به حساسیت های هم دیگه توجه بکنیم، والد حامی اونجا فعالیت کنه. تو سازمان های خلاق، سازمان های یادگیرنده، یکی از چیزایی که تو سازمان بتونه بستر توجه رو گسترش بده. توجه به چی؟ توجه به اینکه اولا کسی که داریم باش کار میکنیم انسان، چوب نیست، پیچ هم نیست. تو جا پیچ هم میتونه هر کی خواسته کار باش بکنه. اما این اگه یه ذره بالا پایین بشه، اینکه نتونسته در مقابل فرشتگان، من که من رو گشتم از نفس فرشتگان، در مقابل رفتارهای شما کاملا ممکنه به هم بیاد. چون جنسی که میاره جنس لطیفی از نظر میاد. بعد فوق العاده توجه کرد به ظرافت و ظرافت های وجودش. این توجه به چیه؟ به خواسته ها، به نیاز ها. بعضی وقتا طرف میگیرم هم دنبال این باشه که بیاد بشه شما که مدیرش هستید یه درد دلی بکنه شما پنج دقیقه گوش بده. ممکنه خواستش بهتر میشه. یه موقع است ممکنه یه نگاه پرمحبت رو از شما بطرم. یه دست درد میکنه خیلی خالصانه. اینا میشه مظاهر توجه. توجه حتما نیست که مثلا شما یه دو میلیون دلار جایزه مثلا یا 350,000 سکه به کسی بود. بیشترین بخشی که توجه رو در این زمین مطرح کنون بخش نوازش های توی این مدل بهش میگن psychological strokes. stroke یه معناش سکته است. توی شنا، حرکت شنا رو میگن. اما توی این مدل نوازش های روحی همی که نوازش رو کسی میکنه این تأثیر هست psychological. چرا توی نوازه ها که میخونن همه با هم دست میدن بعضی مثلا میگن توقعه با یه دلیل مهمش چیه؟ یعنی من به تو توجه میکنم اون میگه من به تو به جا که میگه مال تو که قبول نیست من رو کنم خودش تو روحیه اون به ساعت جمعه تأثیر میزه در مبدت تأثیر میزه توجه به دیگران و نقش دیگران این توجه فوق یعنی انسان نمیتونه تو به اصطلاح سازمان یادگیرنده بی توجه بشه. امروز اتفاقا سازمان یادگیرنده رسیدن به اینکه شما نمیتونید رد بشید و بگید داره میفته تو جوب خود بیفته. میگه در سازمان یادگیرنده ما باید conscientiousness and responsibility مسئولیت پذیری رو ایجاد کنیم. یعنی اگه دیدید قوری داره میجوشه آب توش نیست آب توش رو کنید.
مال من نیست، بگم چه بخش مال نیست. یه از بی‌توجهی داشته باشه. توجه امیرالمومنین علیه السلام میگن از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم شنیدم که هیچ عبادتی بهتر از اون نیست که بین دیگران رو الفت بده. و هیچ کاری بدتر از اینکه دو به زنی بده. امروز تو سازمان‌ها میگن یکی از مهمترین ویژگی‌های سازمان‌ها یادی روزه میساق‌سازیه. یعنی آدم ها بتونن پیوند روحی و همدیگه برقرار کنن به کمک این والد حامی. بنابراین والد حامی نقش بسیار مهمی داره تو چی؟ تو گسترش شادمانی و اثر بخشی سازمان. مطمئن باید توجه بکنیم که والد حامی که داریم مناسب باید فعالیت. پس تا اینجا ما از دو تا والد صحبت کردیم تو ارتباط، یکی والد حامی، یکی والد در. اگه از این سوال دارم این یک خاطره توریدیه که اولی خاطره نه این خیلی طولتنه. ما اواخر دهه هفتاد مدیران توریدی به عینه میمونن با ما توی خط بلنها رو هل میدن. خیلی جالب. ما تیراژ تولید اون سال 500 تا 1000 تا بیشتر اضافه نمیشه. آقای مدیری بودن، آقای گرمچی، خیلی زحمت کشید، واقعا عزیز بودن. ایشون اولین سالی که وارد شرکت شدن اومدن با 2500 نفر دست سلامانی کرد. شاید باورت نشه همون سال تیراژ تولید 2000 تا اضافه بشه بدون اینکه ما هیچ پول اضافه بگیریم، هیچ آیتمی مثبت‌تری به ما اضافه بشه. همین دست عاملی شد که سرپرستان قدیمی خیلی اصلا به افکار ایشون یعنی کمپنگ و فکرن اعتقاد بود. خیلی عامل قوی بود که حتی امسان که دفتن با هر هزار نفر رو هم دست دادن به دفتن. این مسئله که ایشون گفتن دوستان توجه بکنن خیلی مسئله مهمیه. در 1950 یا 60 یک تحقیق در دانشگاه میسوتا انجام شد که این تحقیق عنوان فون بوف اکسپریمنت آزمایش کیوسک تلفنی مشهور تو بحث روانشناسی بدن اینجوری بود که یک کسی توی کیوسک تلفن رفت یه تلفن زد، یه سکه ای را مثلا باقی ماندش را گذاشت تو تلفن، اومد بیرون رفت یه جایی گوشت رو یه بوته ای چی فکر نمارو شد. نفر بعدی که رفت تلفن رو کنه اومد گفت که آه مثلا شما سکه مکه اینجا ندیدی؟ حدود 23% گفتن این سکه را ما دیدیم، بقیه گفتن نه. باز همین کار را کرد توی تلفن سکه را گذاشت، یعنی اضافه گذاشت. بعد رفت بیرون باز پشت بوته یه چیزی پنهان شد. وقتی اومدن آدم ها تلفن بکنن به اونها نزدیک شد، این با دست چپش را میگرفت به دست به اصطلاح اونها قسمت پایینی دست داد تو نبود و یه مقدارم دست راست رو به شونه میگذاشت با یه لبخند همین سوال رو پرسید. 85% جواب دادن که آره بله یه دم ببخشید حالا اینجا من ندید. از این نتیجه خیلی مهم می‌داشتن اون که لمس همین دست دادن که شما می‌گید تأثیر بسیار مثبتی داره در چی؟ در حوزه ارتباط. یعنی که میگن دوستانتون رو که می‌بینید چه کار کنید؟ معامله و اینها به صورت مثبت البته من به صورت مشروعش دارم عرض می‌کنم سوی تمام از اما نشد از این ورکشاپ نتایج دیگه دوستان رو بگیرم بعد مسئول بودن من در حوزه جریان‌های مجاورش عرض کرده اون وقتی که دوستان رو همدیگه بتونن این به اصطلاح ارتباط و پیوند رو همین که شما میده دست آخه شما میگه کسی دست میده مثلا خودکار تو دست داده دست میده این دست دادن دست دادن درستی نیست بعد وقتی مثلا جا کلیدی تو دستشه با داره دست میده خود این یه نشانه از عدم توجه میگن دست که میدی خود نوع دست دادن بیحال باشه یا خیلی حالت کنترلی باشه اصلا نمیده اینا تست کردن تو روانشناسی بدن روانشناسی تصویری تست شده یعنی یه دست دادن میتونه تو والد حامی نقش داشته باشه شما دفعه بعد که با کسی دست میدید یه لبخند بزنید یه برخورد همراه با عطوفت رو ببینید تاثیرش چقدر مهمه و اثر بخش بله رئیسی داشتیم تحصیل کرده آمریکا بود آقای مهندس توسلی شد بازنشست شد توی
سالن های تولید سرپرست های قدیمی بودن و ایشون شاید اون سرسوات رئیس های شرکت بود. خیلی جالب همه کارگرها و کسایی که تو شرکت هم دوست داشتن تو قسمت ایشون کار کنن، چون ایشون صبح که میومد قسمت با همه سلام علیکم یه درس میداد و خیلی جالب بود. ما همیشه مثلا توی نیسان یا برنامه‌تاب قدیم و برنامه‌ریزی و پیفاپس موضوع همیشه رکورد میزنیم و اصلا آیتی میبینیم که اصلا عبدالی شرکت نداشتن داخلی خودمون و همیشه ما افکار بیرونی کارگرا و دوستان خودمون رو میدیدیم که میگفتن که ایشون همین آیتی رو کار میکنن، ایشون چقدر خوب رسول میده با همه دست میده عبور پرسی میکنه. یه مشکلیه خاطره قدیمیتری هم هست، ما مدیر مونتاژ رنو سپند بازنشست شدیم، ما 5-6 نفر به عنوان کمکی از برون احسان میرفتیم سالن سپند. یه سری سرپرست ها و استادکارهایی بودن که افکاری داشتن و تولید بیشتر از 60-70 رد نمیشد. خیلی جالب بود، ما میرفتیم دو سه ایسی کار میکردیم باز میدن این آیتمی رفت نمیشد. حتی ما یه روز وارد تولید شدیم یه همکاری داشتیم دیدیم که ایشون خیلی عصبیه، من جای شما کار میکنم شما بشین. ایشون نشسته بودم که داشت بگم رئیس که اومد تو خط این مشاجرشون جداشون کرد. بعد چندی ما مدیری جدید اومد قدیم هم تو جمع ما هستم سیبری باز ما گفتم بابت افزایش تولید به تو سال ما وارد سال شدیم شوکه شدیم، شاید باورتون نشه به این حال بدنه ده اختلاف بدنه افتاده بود، سرعت خط دو برابر شده بود، رویه کارگر رو بسیار بالا رفت و همه رادیو رو روشن میکرد انتهای خط و تولید به 110 تا و اینجوری رسید که واقعا اصلا اون یه الگوی خیلی خوبی شده برای ما از اون بحث تو. خیلی ممنون. خب دیگه سوالی از والد حامی رو بینام برم چی فرمانید؟ من باید من بیامونم. خب همین خود شما اگر بخواهد که فرمانید بذاریم اون چون میشه باید در حال ضعیف یعنی میشه این را سوال دوستمون اینه که میگن چجوری میشه والد نقاد رو به کار کن برای که زیاد هی خاطره خوش به سر هم گفته باشه. اگه بخواهد والد نقاد ضعیف گفته باشه که چی؟ نمیگه واقعی ممکنه نهایتاً پیش و پوش باشه، ممکنه والد نقاد شدید باشه، نگاه های گزنده برگه داره نگاه اینجوری بکنه چی شما میگه بعد تونتر باشه. اگر هم والد نقاد مناسب است از جانب البته مخاطبین میتونه این گفته بشه که میشه خواهش کنه قسمت خاطرات رو دوستان کمتر بکنن که به اصل مطلب برسه. خب دیگه سوال ندارم در مورد والد حامی. اینجا قرار میده. اگه اینو چهار قسمت بکنم